با سلام به بینندگان عزیز این برنامه. در خبرها بود که اخیراً احمدی نژاد نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی نوشته و از اونها خواسته که موسوی، کروبی و دیگر سران جناح به اصطلاح اصلاح طلب رو دستگیر کنن، به جرمی که دیگه همه میدونیم، به این جرمی که الان دارن در این دادگاه‌های فرمایشیشون هم عنوان میکنن، یعنی براندازی نرم و توطئه و غیره و غیره. اما خب این نکته تازه‌ای شاید نیست، همه این رو میدونستیم و این بارها احمدی نژاد، خامنه‌ای و دیگر امامان جمعه که الان از جناح خامنه‌ای صحبت میکنن به این اشاره کردن و این نامه خب صریح‌تر گفته باید اینها بازداشت بشن. نکته جدید این جواب شورای عالی امنیت هست به این نامه، جوابی که اونها دادن گفتن این به صلاح نظام نیست و این موجب این خواهد شد که نظام از دست میره، سرنگون میشه به عبارت دیگه و ما درست نمیدونیم که اینها رو دستگیر کنیم. این اتفاق به نظر من به طور روشنی دو واقعیت مهم رو در مورد شرایط سیاسی امروز ایران میگه، دو واقعیتی که ما همیشه بر اون تاکید کردیم. نکته اول این هست که یک جنگ آشتی ناپذیری بین جناح‌های حکومتی شروع شده که نه امکان سازش هم دیگر رو دارن، نه در این حال امکان تصفیه رو، نه اینکه نه میتونن کنار هم قرار بگیرن و نه میتونن هم دیگر رو حذف کنن. نامه احمدی نژاد در قدم اول این رو نشون میده که اینها آشتی ناپذیرن و به هیچ نوع دیگه حتی به طور به اصطلاح مصلحتی هم شده، برای حفظ ظاهر هم شده، نمیتونن کنار هم قرار بگیرن، چون نامه هست صریحا مبنی بر این که باید اینا دستگیر بشن. و بعد ارزیابی که شورای امنیت داره و دست به این کار نمیزنه، یعنی اینکه جمهوری اسلامی سردگون خواهد شد اگر این کارو بکنیم، این روی دیگه سکه است، یعنی اینها نمیتونن حتی هم دیگر رو تصفیه بکنن. این یک واقعیت هست، جناح‌های حکومت به یک بن‌بست رسیدن و جز همین وضع کجدار و مریض، همین وضعی که دست همدیگر رو رو میکنن، به همدیگه حمله میکنن، نامه مینویسن، افشاگری میکنن، این ادامه خواهد داشت. این یک واقعیت هست. واقعیت دوم این هست که این وضعیت رو مردم به وجود آوردن. وقتی این آخوندهای شورای امنیت به این نتیجه میرسن که دستگیری موسوی و همفکرانش نظام رو در خطر خواهند انداخت، خب منشأ این خطر طبعا مردم هستند، اعتراضاتی که در خیابان‌ها هست و اینها میدونن که قادر به کنترل این نخواهند بود و امروز هم قادر به کنترل این نیستن. در واقع اتفاقی که داره میفته این هست که مبارزه ما مردم، این جنبش انقلابی که الان نزدیک 2 ماه ادامه داره، چنان شرایط رو به این حکومتی ها تنگ کرده که دیگه راه پس و پیش ندارن. شورای امنیت ملی میگه اگر اینا رو دستگیر کنیم چیزی از نظام باقی نخواهد ماند، ولی اگر دستگیر هم نکنن باز هم چیزی از نظام باقی نخواهد ماند. این مبارزه ما مردم هست که اینطور داره پیش میره، اینها رو بجون هم دیگه انداخته. یکی از نمونه‌هایی که نشون میده چطور اینها دیگه دارن جنایت همدیگر رو رو میکنن و دیگه قدرت تحمل هم دیگر رو ندارن، قدرت سازش رو با هم بودن رو ندارن، همین نامه کروبی هست، نامه معروف کروبی به رفسنجانی در مورد جنایت ها و در مورد تجاوزاتی که در زندان کهریزک صورت گرفته. در چند روز اخیر امروز احمد خاتمی امام جمعه تهران به این نامه برخورد کرد، اسم کروبی رو نیورد ولی گفت این به اصطلاح آب با آسیاب دشمن می‌ریزه و غیره، که البته با شعار مرگ بر دیکتاتور ما مردم جواب گرفت. و امام جمعه مشهد هم گفته که این نامه، نامه‌ای که به اصطلاح کروبی نوشته، اگر ثابت نشه نشون میده که ایشون صف پیاده نظام دشمن هست و داره گزک میده، داره بهانه میده در دست دشمنان. وقتی این در مورد کهریزک این افشاگری ها رو میکنه. و همینطور امام جمعه، نماینده ولی فقیه در سمنان، ایشون گفته که باید این جور نامه ها، این نوع اعتراضات باید مخفی صورت بگیره، این به صلاح نظام نیست وقتی که اینها رو میشه.
و در سایت ها و در خبرگزاری ها پر از این نوع برخورد ها بین امام جمعه ها، دار و دسته های ولی فقیه و از طرف دیگه دار و دسته های موسوی علیه هم دیگه. این موضوع زندان کهریزک و جنایت هایی که یکی دیگه داره رو میشه در این زندان فقط یک مورد هست، فقط یک نمونه هست از درجه عمق و گستردگی و شناعت جنایت و آدمکشی در جمهوری اسلامی. و در این توحش همشون اینها شریک بودن، شریک هستن. اینها یک عمر همین دادگاه ها، وزارت اطلاعات، نیروهای شکنجهگر، بسیجی ها، لباس شخصی ها، غیره رو همه اینها به وجود آوردن. از دار و دسته های دو خردادی قدیم، دو خردادی جدید، طرفداران خامنه ای، اصولگرا، اصلاح طلب، هر اسمی روی خودشون بگذارن، فقط یک اسم ماهیت همشون نشون میده و اون هم باندهای جنایتکار، باندهای مافیایی که نه تنها در ثروت اندوزی و غارت اموال مردم دارن رکورد میذارن، بلکه در جنایت و کشت و کشتار هم اینها رکورددار هستند. این اتفاقات دو ماه اخیر فقط یک نمونه هست از کل جنایت هایی که این جمهوری اسلامی در زمان خاتمی، در زمان نخست وزیر خود موسوی، در زمان خمینی انجام داد. به همین دلیل هست که دعوا، جنگ، مبارزه ما مردم مبارزه دیگری است. مبارزه و انقلاب ما علیه کل این سیستم جنایت و غارت هست و اینها این رو فهمیدن، بالایی ها این رو فهمیدن، هم جناح موسوی که به هر ترتیبی الان در دعواهای داخلش مقابل احمدی نژاد و خامنه ای قرار گرفته و احتیاج داره ما مردم در خیابان ها میشیم برای اینکه سرشو نبرن، چه جناح خامنه ای که از روبرو به مردم تیر میزنه، هر دو در پایه‌گذاری و در سازمان دادن این سیستم جنایت و کشتار که بهش میگن جمهوری اسلامی شریک بودن، دست داشتن. هر دوره زمان، هر کدوم از اینا زمام امور بوده به همین اندازه و بسیار بیشتر از این کشت و زده و بسته. فرقی که اینجا هست اینه که این بار اینها با یک جنبش عظیم توده‌ای روبرو هستند، با یک انقلاب روبرو هستند که هر شکنجه‌ای، هر تجاوزی در زندان، هر بازداشت بی‌دلیلی، هر شلیکی به مردم، با عکس عمل وسیع اعتراضی روبرو میشه، نه تنها در ایران بلکه در کل جهان. و اینها به همین دلیل به بن‌بست رسیدند. تاکتیک ارعاب و توحششون دیگه نمیگیره، نمیتونن از شر هم دیگه خلاص بشن، نمیتونن هم دیگه رو تحمل کنن و در این حال مردمی که بلند شدن تا کل این سیستم رو بر سر اینها خراب کنن، از این شکاف، از این دعوا استفاده میکنن، هرچه بیشتر به پیش میرن. از روز اول، از همون دوره انتخابات ما اعلام کردیم و این واقعیتی بود که مبارزه ما مردم به خاطر دفاع از این یا اون کاندیدای انتخاباتی نیست، مبارزه ما مردم علیه کل این هاست. منتها داریم از این دعوای انتخاباتی استفاده میکنیم، از این شکاف ها استفاده میکنیم. این به نفع انقلاب و به نفع ما مردم هست که اینها تو سر کله هم دیگه بکوبن، دست هم دیگه رو کنن، افشاگری کنن. به خصوص جناح موسوی تا میتونه کشتارهای خامنه ای و احمدی نژاد رو افشا کنه، این به نفع ما هست، چون ما مردم کشتارهای خود جناح موسوی هیچ وقت یادمون نمیره. ولی همین که اینها به جون هم افتادن به ما کمک میکنه که از این شکاف، از این به هم ریختگی صفوف دشمن، صفوف جمهوری اسلامی استفاده کنیم برای اینکه مبارزمون برای آزادی و برابری رو به پیش ببریم. هیچ یک از این شخصیت ها و جناها حتی با 100 درجه تخفیف هم اون چیزی که ما مردم میخوایم رو نمایندگی نمیکنه. حتی 1 میلیمتر بهبود در شرایط زندگی ما مردم، در شرایط زندگی کارگران، زنان، جوانان، حتی 1 درجه نزدیک شدن به جهان متمدن امروزی، به تمدن قرن 21، برسیدن به یک جامعه انسانی، مستلزم این که از روی همه اینها رد بشیم. اینا هیچ گونه درد ما مردم و در این حال آرمانها و آرزوها و ایدئالهای ما مردم رو نمایندگی نمی کنن. این انقلاب باید تا پیروزی کامل به پیش بره و تا به زیر کشیدن کل این دستگاه و تا اون روز هرچه اینها بیشتر به سر و کله هم دیگه بکوبن و بیشتر علیه هم خط و نشون بکشن، این به نفع انقلاب ما و به نفع مبارزه ماست. شاد و سالم باشید.